امشب با کوروش زولانی نوازنده سنتور و آهنگساز گفتگو میکنم. آقای زولانی در زمینه موسیقی در ایران و آمریکا تحصیل کردند و چند سالی است که فعالیت‌های هنری خود را در شهر لس‌آنجلس ادامه میدن. او با ایجاد تغییراتی در ساز سنتور، سنتور آکوستیک را طراحی کرده و قابلیت‌های استفاده از این ساز سنتی را افزایش داده. خاطرات سنگسر تازه‌ترین آلبوم کوروش زولانی است که در آمریکا منتشر شده. مجموعه زیبا و دلنشین که تلفیقی از فضای شرق و غرب و در ژانر موسیقی فیوژن قرار می‌گیرد. آقای کوروش زولانی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در لس‌آنجلس با ما هستید. سلام مهلو جان، امیدوارم حال شما خوب باشه و منم خوشحالم که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید. آقای زولانی اگه موافق باشید به سالهای دور برگردیم. شما چطور به موسیقی علاقمند شدید و اصلا چرا ساز سنتور رو انتخاب کردید؟ چرا به سنتور علاقمند بودید؟ به اینجا سال جالبیه. من از موقعی که یادم میاد واقعا سالها پیش از موقعی که خیلی بچه بودم به موسیقی علاقه من بودم و خانواده من هم خانواده ای نبود که موسیقی توش تعریف شده باشه یا میوزیشنی داشته باشیم تو خانواده ما، ولی من نمیدونم
نمیدونم پارتش رو میشه شاید به ژنتیک ارتباط داد، نمیدونم واقعا، ولی همیشه یک چیزی توی من بود که وقتی من صدای موسیقی رو میشنیدم حس عجیبی رو تو من ایجاد میکرد و همیشه علاقه خیلی شدیدی به این به موسیقی داشتم. و به واسطه اینکه ما توی یه روستا من زندگی میکنم، من یه بچه روستایی هستم و به ساز زیادی من در واقع شانس اینو نداشتیم که ساز زیادی رو ببینیم اجرا بشه و بتونیم انتخاب بکنیم. یه شانس اینو داشتم که اتفاقی بود که یه جایی من بودم که دوتا ساز داشتن اجرا میکردن، سنتور و ویولون، و اون ساز سنتور چنان منو جذب کرد و منو کشید که اصلا منو متحول کرد. و همون لحظه بود در اون تو سن 11 سالگی که تصمیم گرفتم که برم دنبال موسیقی و به شکل حرفه‌ای دنبالش بکنم. آقای زولانی، شما از جمله هنرمندانی هستین که به صورت آکادمیک در زمینه موسیقی تحصیل کردین. یه مقدار راجع به تحصیلاتتون در ایران و آمریکا صحبت بکنید. در چه رشته‌هایی درس خوندین؟ من توی ایران توی دانشگاه هنر رشته آهنگسازی خوندم و بعد به آمریکا اومدم توی UCLA در رشته موسیقی برای فیلم توی دانشگاه UCLA ادامه تحصیل دادم. وقت الان به چه کاری مشغول هستید؟ آیا هنوز در زمینه ساخت موسیقی فیلم کار میکنید یا فعالیت‌های جانبی هنری دیگری هم دارید؟ بینی جا من خیلی اتفاق جالبی برام افتاد، برای اینکه رفتم توی به سلام موسیقی برای فیلم و خوندمش و به این نتیجه رسیدم که علاقه من بیشتر به در واقع اجرای موسیقی روی صحنه است و آهنگسازی به شکل آزاد، یعنی که در قالب قید و بند کارگردان، قید و بند تصویر و اینا نباشم، من بتونم حس خودم رو به اون شکلی که میخوام بیان بکنم. در نتیجه فعالیت میکنم ولی بیشتر فعالیتم روی آهنگسازی خودمه و ساخت آلبوم، درس دادن توی دانشگاه به شکل پارت تایم به عنوان استاد راهنما و شرکت کردن توی کارهای نوازنده های دیگه، توی کارهای آهنگسازهای دیگه و درس دادن، کارهایی که من اینجا انجام میدم. فقط شاید این جالب باشه که اشاره بکنم به این نکته که خیلی از دوستای آهنگساز من، دوستای همکلاس توی دانشکده و کسایی که بعداً با این ساز آشنا شدن، شروع کردن برای نوشتن برای این ساز توی قطعاتشون و من افتخار اینو داشتم توی یکی از کارهای یکی از آهنگسازهای خوب اینجا دیوید آرکنستن یکی از قطعات رو بزنم که اون سی دی نامینیت شد برای گرمی یکی دو سال پیش و این برای من اتفاق جالبی بود و تجربه جالبی بود.